سلام دوستای عزیزم، به پیج مهسا پس خوش اومدین. امروز با هم میخوایم یه پاستا میگوی خوشمزه درست کنیم که یه غذای متفاوت همراه با پاستا دیگه نگم براتون. برای زمانایی که دلتون میخواد با میگو غذای متفاوت و خوشمزه درست کنین، به نظرم اینم یه گزینه‌ایه که میتونین روش کار کنین. برای درست کردنش ما با 200 گرم میگو احتیاج داریم که از قبل تمیز کردیم، پاکش کردیم، شستیم، داخل یه کاسه میریزیم. به یه پیاز نیازه که پیاز و پوستش رو میگیریم. حالا میتونین خلال درشت یا به صورت ریز خرد کنین و به میگو اضافه کنین. چون بعدن این پیاز و میگو با هم دیگه قراره تف بخورن، پس هر جوری که دوست دارین بخورین و براتون مشکلی نداره پیاز رو خرد کنین. اگه درشت دوست دارین همینجوری درشت خرد کنین و با میگو مخلوطش کنین. برای طعم‌دار کردن میگومون به نوک قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری زردچوبه احتیاج داریم که اونا رو بهش اضافه می‌کنیم. حدود یه قاشق هم آب لیمو تازه احتیاج داریم که بهش اضافه می‌کنیم و همینطور یه قاشق چایخوری نمک. با کمک چنگال یا میتونیم با دستکش و دستتون اینا رو خوب زیر و رو کنین تا کاملا همه با هم ترکیب بشن. بعدن روش رو سلفون میکنیم، برای یه چند ساعت میتونید داخل یخچال بذارید تا حسابی مزه دار بشه. توی این فاصله ما میریم سراغ خرد کردن سبزیمون که به سبزی‌های معطر احتیاج داریم. من از شوید و جعفری و پیازش استفاده کردم. حالا سبزی‌های دیگه هم دوست داشتین میتونین بهش اضافه کنین. اونها رو خرد می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. یه فلفل دلمه کوچیک نیاز داریم که اونو به صورت ریز خوردش میکنیم و اونو هم کنار میذاریم. داخل یه مایتابه کمی روغن می‌ریزیم، فلفل دلمه هامون که خرد کرده بودیم و بهش اضافه می‌کنیم و شروع می‌کنیم به تفت دادنش. در کنارش یه قابلمه آب می‌ریزیم، کمی نمک بهش اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم تا جوش بیاد. اگه دوست داشتین میتونین از سیر تازه استفاده کنین که یه حبه سیر رو رنده بکنین و به فلفلتون اضافه کنین، یا نه مثل من پودر سیر میزنین. پودر سیر بزنین به فلفلتون، شروع کنین تفت دادن. کمی که تفت خورد موقع اضافه کردن میگومونه که من میگومونو با همه ادویه‌ها و پیازی که داشت به فلفلمون اضافه کردم و گذاشتم تا با هم دیگه خوب تفت بخورن. زیرش هم خیلی کم نکنین، زیادم نباشه، یه شعله متوسط. باز توی این مرحله میتونیم بهش ادویه اضافه کنیم که من نصف قاشق چای خوری دوباره زردچوبه،
کمی هم فلفل سیاه اضافه کردم. میتونید کمی هم نمک و اینا هم اضافه کنید که هنگامی که داره تف میخوره و آب میندازه خوش طعم تر بشه. یه قاشق چای خوری هم من بهش پودر پاپریکا اضافه کردم، خوش طعمش میکنه. همونطور که میبینیم میگو هم باز خودش آب میندازه، بذارین تا این آبش کشیده بشه و جمع بشه و بعدش ما میایم سراغ اضافه کردن روبمون. اگه نه دوست داشتین توی این مرحله میتونین روبتون رو اضافه کنین، با هم دیگه تف بخورن و بپزن. بعد از کمی که گذشت آبش کمتر شد، موقع اضافه کردن سبزیمونه. سبزیایی که خرد کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم، یه کوچولو هم با سفتش میدیم. آب پاستامون که جوش اومد، موقع اضافه کردن پاستا هستش. ماکارونیمون رو داخل آبش می‌ریزیم و بعد برای اینکه ماکارونی‌ها به هم نچسبه حدود یه قاشق روغن بهش اضافه می‌کنیم. می‌ذاریم تا حسابی مخفوق بشه. من دیگه بعد این مرحله نمی‌ذارم دم بکشه. می‌ذارم حسابی اینا نرم بشه و بعد آب کشش می‌کنم. بعد از اینکه آبش کشیده شد، موقع اضافه کردن روبش هستش که حدود 2 قاشق غذاخوری روبش اضافه کردم و شروع کردم باز به تف دادن. باز من توی این مرحله یه مقدار آب بهش اضافه میکنم، آب جوش، تا روبه حسابی بپزه. خیلی نذارین مایعتون خوش بشه یا خیلی آبدارم نباشه. یه سس غلیظی که شد دیگه کافی و خاموشش میکنیم. پاستاها رو هم که آب کش کرده بودیم حالا کم کم به موادمون اضافه میکنیم. با هم دیگه خوب مخلوطشون میکنیم و برای مدت کوتاهی من روی گاز گذاشتم. یه کوچولو با هم دیگه بمونن و مواد به خورد هم دیگه بره. بعد دیگه موادمون آماده است. مرسی که تا پایین این ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم منو به دوستانتون معرفی کنید و کانال منو دنبال کنید. تا یک کلیپ دیگه و غذای خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.